تلویزیون اسکای نیوز گزارشی از تظاهرات مردم کازرون پخش کرد و گفت خواست تظاهر کنندگان ایرانی سرنگونی رژیم ایرانه. افادت مصادر ایرانی به مقتل و اصابت عدد من المتظاهرین في الاحتجاجات. منابع مطلع گفتند طی اعتراضات مردم علیه سیاست‌های رژیم در شهر کازرون در جنوب غرب ایران تعدادی کشته و زخمی شدند. نیروهای امنیتی رژیم تعدادی از تظاهرکنندگان در این شهر را دستگیر کرده و آنها را به شیراز منتقل کردند. آتش گشودن به روی مردم و دستگیری اعتراضات آنها را متوقف نمی‌کند. صدای مردم خشمگین از سیاست رژیم و فساد دولتی از ماها پیش در شهر کازرون به عنوان یکی از مناطق محروم در استان فارس در جنوب ایران بلند شده بود. اگرچه دولت میگوید از طرح تقسیم کازرون دست برداشته، اما تظاهرات گسترده تر شده است. بر اساس گزارش های صحنه، هر روز در اعتراض هایی که رخ میدهد تعدادی با آتش نیروهای امنیتی کشته و زخمی میشوند. شبها نیروهای امنیتی رژیم به خانه تظاهرکنندگان تهاجم و تعدادی را دستگیر می‌کنند. بر اساس اخبار به دست آمده، نیروهای امنیتی به روی کسانی که تلاش کردند وارد ساختمان دادگستری شوند، آتش گشودند. چرا که دادستان طی حکمی به نیروهای امنیتی دستور داده تا به روی معترضین آتش باز کنند. وزارت کشور رژیم ایران از خشم مردم تعجب می‌کند، ولی سران رژیم عقیده دارند که در پشت این خشم مردمی نیروهای به اصطلاح ضد انقلاب قرار دارند. تظاهرات در ایران برای این یا آن خواسته نیست، بلکه این تظاهرات در همه جای ایران در جریان است و دیوار ترسی که نیروهای امنیتی رژیم کشیدند را شکسته است. معترضین خواهان سرنگونی رژیم فاسد و به دست آوردن یک لقمه نان هستند. اموال آنها به عوامل سپاه پاسداران در کشورهای همسایه یا دورتر داده شده است.